سلام گرگ بریدن هستم به این قسمت ویژه از مجموعه ماتریکس الهی خوش اومدید امروز این افتخار رو داشتم که میزبان یکی از دوستان قدیمی و عزیزم باشم من این افتخار رو داشتم که همراه ایشون در همه جای دنیا سخنرانی کنم اونقدر که حسابش از دستم در رفته مدتی قبل ما رو دعوت کردن تا در سازمان ملل سخنرانی کنیم و در مورد کشفیات جدید در حوزه زیستشناسی و زمینشناسی حرف بزنیم و بگیم معناشون در زندگی ما چیه دکتر بروس لیپتون خوش اومدی به برنامه امروز خیلی مشتاقم برنامه را شروع کنیم بیا بحثو ادامه بدیم و در مورد کشفیات جدیدی حرف بزنیم که معید همون چیزایی که ما سی ساله داریم میگیمشون منم خیلی مشتاقم چون در حال حاضر با یه تقیان تکاملی مواجهیم و با این اطلاعات میتونیم با کمترین آسیب و درگیری ازش عبور کنیم منم مشتاق علم جدیدم منم هم همینطور یکی از چیزایی که در سخنرانیان بهش پی بردم حتی در بین مخاطبایی که زبونشون رو بلد نبودم اینو احساس کردم که میگن شنیدن کی بوبد مانند دیدن و این به نظرم عین حقیقته در علم سایماتیک ارتعاشات به یک میانجی منتقل می و اون میانجی الگوی ارتعاشو به صورت تصویری نشون میده. این مسئله اطلاعات جالبی در مورد نحوه وقوع تغییر و تکامل در طبیعت به ما نشون میده. بذارید خیلی مختصر بگم. در دهه 1990 علمی پدید اومد به نام سایماتیک مؤسس اون شخصی بود به نام دکتر هانز ینی. ایشون یک میانجی یا واسطه رو می آورد که گاهی ماگه بود، گاهی یه پودر بود و گاهی مایهی با گران روی بالا مثل جیوه. ماده میانجی رو در یک ظرف مخصوص قرار میداد و ارتعاشاتی رو وارد این ظرف می کرد. یه فرکانس به خصوص رو وارد میکرد. و با افزایش یا کاهش فرکانس، الگوی متناظر اون فرکانس در ظرف ظاهر می شود. اهمیت این مسئله در اینه که نکات مهمی رو در مورد نحوه تکامل و تغییر طبیعت به ما نشون میده. نکته جالب اینه که ما این الگوهای زیبا و پیچیده رو میبینیم که شبیه گلبرگ هستند یا شبیه اشکال هندسی مقدس. اما این اشکال فقط مدت محدودی باقی میمونن. و وقتی فرکانس به سمت بالا میره، الگوها جای خودشونو میدن به یه سری الگوی پیچیده تر. اما برای این منظور باید الگوی اول خراب بشه. آشوب منجر به سطح بالاتری از نظم میشه. این مسئله به ما نشون میده که در حال حاضر چه اتفاقی داره در دنیای ما رخ میده. تو هم این تصاویر رو دیدی. به نظرت این آشوب برای رسیدن آه. به نظم بالاتر لازمه؟ قطعا و آشوب با تصادف فرق داره. تصادف یعنی اتفاقات همین جوری تصادفی رخ میدن. آشوب الگو داره اما ما نمیتونیم جزئیاتش رو ببینیم. ظاهرا تصادفیه اما اگه بدونی چه خبره میبینی همه چیز بر اساس نقش پیش درسته. مثالش توی زندگی واقعی وقتی که کرم ابریشم به بلوغ میرسه و پیله میسازه به عنوان کرم ابریشم واردش میشه اما تبدیل میشه به پروانه همون سلولای کرم ابریشم توی پروانه هم هست توضیح این قضیه اینه که توی پیله بدن کرم ابریشم متلاشی میشه و سلولها مثل خمیر میشن آیا این آشوبه؟ قطعا آشوبه چون بله. انگار همه چی داره نابود میشه درسته اما از طرف دیگه خیلی از همین سلول ها ساختار بعدی رو تشکیل میدن یعنی پروانه رو ظاهرا داره متلاشی میشه اما اگه درکش کنیم میدونی که این سلول ها سازماندهیشون از بین میره و میرن یک سازماندهی جدید پیدا میکنن راستش حرکت بین سازماندهی الف و ب تصادفی و شانسی به نظر میاد اما در اصل آشوبه چون همه سلول ها میدونن کجا دارن میرن در که این مسئله به یک دلیل ساده برای ما انسان ها مهمه اونم مواجهه با انقراض ششمه دلیلش هم رفتار ما انسان ها با طبیعت و کره زمینه و خیلی توی سخنرانی هام این جمله رو میگفتم که نمیشه مشکلات رو با همون طرز فکری حل کرد که اونها رو ایجاد کرده منظورم اینه که تمدن امروزی ما همونیه که فرهنگ و رفتارش باعث انقراض ششم شده پس باید ساختار موجود رو بیاریم و اون رو به یک ساختار بهینه تر تبدیل کنیم و مثل قضیه سایماتیک یا قضیه کرم و پروانه ساختار قدیمی باید سقوط کنه تا یه ساختار جدید اما اگه خودت داخلش باشی میگی خدای من همه چی داره فرو میریزه من میترسم و واقعیت اینه که آره خیلی از مردم از وضعیت فعلی دنیا میترسن اما این وضعیت تصادفی نیست و برای ساخت تمدن جدید لازمه و این تمدن نباید روی شالوده فعلی بنا بشه چون خودش منشأ مشکلاته پس وقتی در دنیا آشوب میبینیم خیلی آمون میگیم خدای من دنیایی که من میشناختم داره از بین میره اینو کاملا جدی میگم خدا رو که اینجوریه چون اگه همه چی مثل آره. قبل بود خیلی سریتر به این انقراض میرسیدیم پس آشوب یه نشونه مثبته و نشون میده که داریم از سیستم مشکل ساز فعلی خارج میشیم موافقم به نظرم ما این فرصت رو داریم که روی صحنه وایسیم و به چهره صدها هزار نفر نگاه بله. کنیم و ببینیم که ناخداگاه به حرفامون واکنش نشون میدن و یکی از چیزهایی که بین فرهنگ ها و زبان های مختلف برام جالبه زمانی که مردم میبینن تنها سیستم هایی که دچار آشوب شدن سیستم هایی هستن که غیر قابل دوام هستن در مورد چیزای خوب و قابل دوام بحث نمیشه چون مشکل ساز نیستن درسته. اما سیستم های غیر قابل دوام دارن فرو میپاشن اگه برگردیم به سایماتیک چند سال قبل یا آزمایش روی مخاطبای غیر انگلیسی زبان انجام دادم گفتم اگه اونجا جواب بده همه جا جواب میده یه تصویر از حوزه سایماتیک آوردم. اما به جای کل تصویر روی بخشی از تصویر متمرکز شدم. وقتی فقط اون بخش رو نگاه می کردی به نظر می رسید که کل تصویر پر از آشوبه و هیچ گونه نظمی نداره. اما وقتی عقبتر می اومدیم و تصویر کلی رو دیدیم، دیدیم که اون تغییر در واقع بخشی از یک الگو بوده. این الگو در سطحی قرار داشت که از اون موضع نمیشد اونو مشاهده کرد به نظرم این استعاره خوبی از اتفاقی که امروز داره در دنیا میافته. ما به آسونی تحت تاثیر نگرش متعصبانه رسانه هایی قرار میگیریم که نگاه خاصی نسبت به کل دنیا در ما ایجاد می و به وجود می یارن. اما اگه یه نفس عمیق بکشیم و عقب بایستیم و کل تصویر رو ببینیم می بینیم که در حال تجربه لحظه مهم و ارزشمندی از تاریخ تمدن و تکامل انسان هستیم تکامل آگاهی چون امروز بیشتر از هر زمان دیگهی نیازمند این هستیم که جور دیگهی فکر و زندگی کنیم تا با این تغییر سازگار بشیم و نکته مهم آشوب اینه که وقتی سیستم فرو می پاشه همیشه بر نمی گرده سر خونه اول لازم نیست از صفر شروع کنیم آشوب زمینه رو برای ظهور سیستم های پیچیده تر و سطح بالاتر و الگوهای زیباتر فراهم میکنه. به نظرم خوب مردم وقتی به زندگی خودشون و به دنیا فکر میکنن چنین تصوری داشته باشه منم موافقم و میگم اگه از پنجره بیرون رو نگاه کنی ممکنه از ترس زهره ترکشی اما اگه واقعیت رو بدونی و نگاه کنی میگی این خوبه چون کمکمون میکنه به حالت با دوام تری برسیم و میخوام نظرمو در مورد نکته مهمی که گفتی بگم همه چیز نابود نمیشه تکامل چیزهای خوب رو میگیره و منتقلشون میکنه اما چیزهای فاسد قرار نیست از تکامل الف وارد تکامل ب بشن پس چیزهایی واقعا نابود میشن و باید هم نابود بشن اما بقیه دووم میارن چون چیزهای خوب و منسجمی هستن درسته بات موافقم به نظرم ما هر دومون آموزش کافی دیدیم که خوب فکر کنیم من همیشه میگم ذهنم بازه اما نبیش از اندازه <تصفح> <تصفح> پس آره ذهن من به روی چیزایی بازه که ریشه در حقیقت دارن اما به هیچ وجه به روی چیزهای علکی و تئوریهای های و این چیزها باز نیست اینجاش برای من جالبه که ما این دیدگاه ها و عقاید رو داریم و واژگانش رو هم داریم یعنی میتونیم جورنال های علمی و فنی رو بررسی کنیم که افراد عادی نمیتونن درک و تفسیرشون کنن دقیقاً. چون زبان دشواری دارن کشفیات جدید بهترین علوم قرن بیست و یکم چیزایی که ما در موردشون بحث کردیم و گفتیم و تایید میکنن مثلا طبیعت بر پایه تعاون نه رقابت و دلیل اینکه آشوب نظم پیشرفته تری میاره یعنی جاهایی که ایده قدیمی تکامل داروین کم میاره مدام داریم کشفیات جدیدی رو میبینیم که ایده هایی رو تایید میکنن که 20 سال ترویجشون میدیم و من میخواستم ازت بپرسم آیا اخیرا به کشف جدیدی برخوردی که <applause> یه دفعه با خودت بگی آره همینو میگفتم به نظرم جدید کلمه سختیه چون کشفیاتی بوده که کسی بهشون توجهی نکرده و الان جدید به نظر میان اما صد سال قبل انجام شدن فیزیک کوانتوم میاد میگه اولا جهان فیزیکی و مادی یک توهمه و وجود نداره این خیلی عجیبه و خیلی‌ها نمیتونن درکش کنن. فیزیکدانان کوانتومی در سال 1925 گفتن آگاهی تجربیات زندگی ما رو میسازه. این یه واقعیت علمیه اما معناش چیه؟ معناش اینه که اگه آگاهیمون رو تغییر بدیم واقعیت رو تغییر دادیم و میشه گفت خیلی آسونتره که آگاهی رو تغییر بدیم تا اینکه بریم یه دنیای کاملا جدید بسازیم چون با تغییر آگاهی دنیای جدیدی برامون محقق میشه این به نظرم مهمه چون فیزیک کوانتوم ذهن و آگاهی رو وارد معادله میکنه و میگه چیزی به اسم جدایی نداریم فیزیک نیوتون همیشه میگفت میتونیم اجزا رو جدا کنیم اما فیزیک کوانتوم میگه همه چی انرژی و در هم است این خیلی مهمه چون دنیامونو بر اساس جدایی ساختیم و این جدایی در حال حاضر با این جور در نمیاد و لازم هماهنگی و اجتماع داشته باشیم پس بخشی از آشوب مربوط به فروپاشی موانع و عقاید قدیمی و جدایی نژادی و این چیزاست اینا تغییرات مثبتی هستند چون معناشون اینه که اگه جدایی نباشه اجتماع ما انسان ها میتونه به وحدت برسه و این در حال حاضر موتور محرکه تکامله وقتی به دنیا نگاه میکنم میخوام مردم بدونن که ممکنه همه چی آشفته به نظر بیاد اما این تصادفی نیست و این یک حرکت دقیقه که ما رو از این موقعیت غیر قابل دوام به دنیایی میبره که زندگی در اون دوام داره و پای داره پس راستش شما به هیچ وجه نباید از این تغییرات بترسید این تغییرات برای شما لازمه برای بقا و زنده موندنمون در این سیاره موافقم بروس و به نظرم ارزش کارایی که ما و خیلی دیگه انجام میدیم اینجا معلوم میشه ما پی بردیم که هرچی مردم از حرفای ما آگاه تر میشن اون وقت جلوی تغییر نمیستن بلکه به استقبالش میرن به زیبایی میرن سمتش و به نظرم این خیلی مهمه تو اینطور فکر نمی کنی؟ منم موافقم خیلی مهمه که بدونیم که این اتفاق مثبته هرچند منفی به نظر میاد دانش قدرته و اگه مردم از دانش محروم باشن اون وقت کاملا مشخصه که میتونیم بگیم نبود دانش نبود قدرته و مردم به صورت نظاممند از دانشی که ما داریم مطرح میکنیم محروم شدن چون این علم جدید یک دانش جرف به ما میده یعنی یه قدرت عظیم به همون میده و این نیروی محرکه تکامله که چیزی نیست جز آگاهی و این کاملا با علوم مرسوم فرق داره که میگن ژنها اساس تکامل هستند بعد از پروژه ژنوم انسان ایده ژنها و تکامل از هم پاشید چون انسان حدود 20 هزار تا ژن داره و تعداد جنهاش با یک کرم نیم میلیمتری هزار سلولی برابره ما 50 تریلیون سلول داریم و اون 1271 تا اما تعداد ژنامون برابره این یعنی نمیشه تکامل رو با ژن ها سنجید چون کرم ها اندازه ما ژن دارن پس نکته ای که در اینجا باید خیلی برای ما مهم باشه آگاهیه چون ما آزادیم که آگاهیمون رو خلق کنیم در نتیجه ما خالقان قدرتمندی هستیم باید آگاه کنیم چون خیلی ها حس میکنن قربانی میدونی یه طرز فکر جدیدی هست که اول در حوزه فلسفه ظاهر شد و حالا خیلی از علوم تجربی هم جذبش شدن این که آگاهی خودشو آگاه میکنه به واسطه یه آفرینش من عاشق اینم چون اگه درست باشه که به نظرم هست معنیش اینه که چیزایی که ما در اطراف خودمون میبینیم هنر، موسیقی، فیلم، کتاب، فیلمایی که میسازیم علاوه بر سرگرمی راهی هستند برای اینکه آگاهی ارتباط بگیره با آگاهی با خود آگاهی با خودش و حقایق عمیق وجودمون چیزهایی رو به واسطه آفرینش هامون به سمت ما باستاب میده پس با این دیدگاه فیلمایی رو میبینیم که روی قلب مردم اثر میذارن فیلمای شاهکاری که بهشون میگن علمی تخیلی اما ما بهشون میگیم فیلم مستند <applause> آره ما بهشون میگیم فیلم مستند درسته <applause> اسم بعضیاشون میگم آواتار فیلم خوبیه ماتریکس <applause> ماتریکس آره خیلی خوبه آره خیلی خوبه فیلم اینسپشن رویا در رویا در رویا این نوع فیلم ها علا مضمون مشترکشون اینه که به ما میگن که یه امکان کشف نشده وجود داره در درون ما که اگه محقق بشه این توانایی رو به همون میده که نه تنها در این سختی ها زنده بمونیم بلکه رشد و ترقی کنیم و به یه چیز جدید و متفاوت تبدیل بشیم و فیلم آواتار از این نظر خیلی قوی بود به همون میگه چه پیوند عمیقی داریم با زندگی با زمین با سیاره و حالا کشفیات جدید گیاهشناسی عین این همین ها رو نشون میده بروس نظر تو چیه؟ کاملا درسته جالبه وقتی ما گیاه ها رو میبینیم میگیم یه درخت اینجاست یکی اونجاست اونها رو از هم جدا میکنیم اما نمیبینیم که همشون در زیر زمین به هم وصلن حتی اگه گناهاشون متفاوت باشه و قارچ مختلف لوله های ایجاد میکنن که گیاه ها رو به هم وصل میکنه توی جنگل کلی درخت جدا جدا میبینی اما در زیر زمین همشون به هم وصلن. یه موجود زنده واحد و ما هم بخشی از این ماتریکس هستیم. همش اطلاعاته چون ما میگیم حیوانات باهوشن اما گیاها نه. چون همش یه جا نشستن اتفاقا خیلی هم باهوشن همیشه با هم ارتباط برقرار میکنن اگه یه بیماری از یه طرف بیاد اولین درختایی که مبتلا میشن اطلاعات رو از طریق شبکه میسلیوم های قارچی ارسال میکنن یا از طریق فرومون ها هورمون هایی توی هوا پخش میکنن و به بقیه اطلاع میدن که یه مشکلی داره میاد و بقیه گیاهای جنگل رفتارهای بروز میدن و از خودشون محافظت میکنن پس همیشه چه ارتباط دارن و یه مورد جالب اینه که گیاه ها با ما ارتباط برقرار میکنن اما ما نمیدونیم مشخص شده که فرض کنید شخصی توی خونش گیاه داره گیاه ها ارتعاشش رو میشناسن انرژی اون شخص رو وقتی اون شخص وارد میشه گیاه ها از خودشون فرومون آزاد میکنن برای چی این کارو میکنن؟ برای اینکه اون شخص نزدیکشون بشه چون اون شخص بهشون میرسه و به گیاها آب میده پس وقتی اون انرژی میاد تو گیاه اونو میشناسن فرومون آزاد میکنن و میگن بیا به هم رسیدگی کن جالبه که اگه در اون لحظه یکی دیگه وارد اتاق بشه دیگه فرومون آزاد نمیکنن چون اون براشون یه غریبه به حساب میاد دقیقا همین پس هوششون فراتر از چیزی که ما فکر درسته نه. و من دیدم که بعضی جاها این ایده رو به سطح جدیدی رسوندن مثلا توی یکی از منطقه های کشور ایتالیا به نام دامانهور مردم خیلی به زمین نزدیکن و حامی ارتباط بدوی ما با زمین و گیاهان هستن. اولین باری که رفتم اونجا یکم از فناوریشون به هم نشون دادن. سرگرم توسعه فناوری عجیبی بودن در مقایسه با طرز فکری که ما نسبت به دنیا داریم. اما اگه به این به هم پیوستگی که گفتی فکر کنیم کاملا قابل درکه. اون موقع وقتی اونجا بودم وارد یه چادر شدیم گیاه های مختلفی داشتن یه دستگاهی هم به گیاه ها فصل بود من خودم موسیقی کار میکنم و همیشه به تجهیزات صوتی دقت میکنم چیزی که دیدم اسپیکر بود گفتم یا برای گیاه ها موسیقی پخش میکنن یا گیاه ها دارن یه چیزی به ما میگن چون بالاخره دامانهور بود گفتم اینجا چه خبره اونا الکترود هایی رو به بخش های مختلف گیاه بسته بودن و اونا می گفتن وقتی گیاه ها رو طور خاصی لمس می کنی گیاه های فرکانسی ساطع می کنن که دستگاه ها این فرکانس رو می گیرن و تقویتش می کنن تا شنیده بشه با گوش انسان شنیده بشه و بروس واقعا میگم مثل یه سمفونی بود خیلی خیلی زیبا بود چندین گیاه بودن که صداشون مثل یه سنفونی زیبا بود در این حال اگه اینجوری به گیاه ها نگاه کنی اگه برای مثال برگ یه گیاه رو بکنی بهت نشون میده که دوچار تروما شده چون اینجوری نگو گیاه خارا ناراحت میشن <تصف> <تصفح> 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 چون, <تصفح> <برای گیاه. تصفح> چون فرکانس عوض میشه همه <تصفح> اینا همه این کشفیات به طرق مختلف نشون میدن که ما انسان ها پیوند بسیار عمیقی با این جهان معلوم شده که جیر جیرک ها هم همین جوری هن. صدای جیر جیرک ها ارتعاش داره و معلوم شده که اگه جیر جیرک ها نباشن گیاه ها روش نمی کنن. یه زمین بدون جیر جیرک رو آزمایش کردند توی یه زمین هم صدای جیر جیرک ها رو پخش کردن تفاوت رشد خیلی زیاد بود گیاه ها با صدای جیر جیرک بهتر رشد کردند. و فیزیک کوانتوم میگه همه چی به هم وصله چون در فیزیک کوانتوم تجلی فیزیکی مهم نیست و انرژی مهمه انرژی نمیشه انرژی رو جدا کرد میشه چیزهای مادی رو جدا کرد دستای منو میشه جدا کرد اما انرژی دستها رو نمیشه جدا کرد انرژی توی میدانه و همه چی به هم وصله فیزیک کوانتوم در مورد وحدت کل سیاره حرف میزنه همه چی به همه چی وصله چون همه چی انرژیه و همه چی ارتعاش و موجهه این باور در دنیای نیوتونی جایگاهی نداره چون میگه من اینجام تو اونجایی پس متصل نیستیم فیزیک کوانتوم میگه این کاملا غلط درسته و به نظرم اینم یکی از مزامینیه که در فیلم های فاخر باستا پیدا کرده من این فیلم ها رو دیدم فیلم ماتریکس از کجا آمده؟ ایده ماتریکس از ذهن برادران واچوفسکی نشأت گرفته اما آگاهی اونا این ایده رو از کجا به دست آورده؟ آگاهی ما خواستار ساخته شدن چنین فیلمی بوده تا یه چیزی رو بهمون یادآوری کنه و یکی از مزامین همونیه که گفتیم چون علاوه بر فیلمی مثل آواتار که یه فیلم زمین محور بود و میخواست بگه همه ی حیات به هم وصله مضمون نزا توی همه ی این فیلم ها هست بالاخره یه جایی نزا هست و نکته مهم در این فیلم ها اینه که در درون هممون یه توانایی کشف نشده هست نه برای بقا بلکه برای فراتر رفتن از چیزایی که این نزا ما رو بهشون رسونده وقتی بهش فکر میکنم اشک توی چشام حلقه میزنه چون ما الان دقیقا اونجاییم مفهوم جنگ به معنای قدیمیش دیگه منسوخ شده مثلا در قرن بیستم مفهوم جنگ این بود که برنده و بازنده داریم و چیزی برای بردن هست در حالی که الان میدونیم که با این فناوری ها و تسلیحات و مواد شیمیایی اگه جنگ بشه همه میبازن و کسی نمیبره من معتقدم که در حال حاضر ما همون نسلی هستیم که داره متوجه میشه که جنگ منسوخ شده جنگ به معنای قدیمیش دیگه منسوخ شده و شکوفا کردن توانایی درونی عبور از جنگ و نزا همون جهشیه که ما رو به تکامل میرسونه و این فیلم ها همینو نشون میدن آره، همینو نشون میدن درسته این ایده از کجا میان خب این شهوده و از بیرون بدن دانلود میشه و خیلی جالبه چون دانشمندا و هنرمندا در قلم روی دیگه ای کار میکنن و بعد کارشون رو میارن اینجا و بله یه سری حقایق بنیادی داریم و به همین دلیله که حرف جدیدی برای گفتن نیست چون مبنای همشون همون حقایقه ممکنه بیانشون فرق کنه اما اصل داستان یکیه ما با این مواجهیم و این نکته رو هم بگم که بله ایده نظام مربوط به نظام قدیمه نظریه داروینه که میگه این تنها راهه و خوب رد شده و نظریه داروین از این نظر درست نیست و یه اجتماع و درک جدید شکل گرفته اینترنت یک شبکه عصبی جهانیه که 8 میلیارد سلول انسانی رو به هم وصل میکنه در قالب یک بدن وقتی اینترنت ساخته شد نظر همه رو عوض کرد چون ما در اینترنت چیزی به نام مرز نداریم برای مثال بهار عربی چرا شکل گرفت چون اونا قرب رو میدیدن و میگفتن چرا وضع ما در مقایسه با قرب اینجوریه چون همه به هم وصل شدیم میخوام یه نکته ای رو اضافه کنم خطاب نسل جوان یعنی از 2000 میلادی به بعد اونا همیشه میگن چقدر بدبختیم کلی بدهکاریم نمیتونیم اقساط دانشگاه رو بدیم شغل نداریم چهار نفری توی یک آپارتمان زندگی میکنیم خلاصه خیلی ناامید و شاکی هن میخوام بهشون بگم شما به یک دلیل ساده مهمترین نقش رو در این تکامل داریم شما چون به ساختار وصل نیستید میتونید یک ساختار کاملا متفاوت بسازید و در واقع نیروی محرکه این تکامل همین نسل جوان هستند چون اونا از ساختار جدا شدن و حدود پنجاه درصد جمعیت جهان رو تشکیل میدن و اینترنت همشون رو به هم وصل کرده پس اگه نگاه بکنیم میبینی که داریم به سمت یک تمدن جدید حرکت میکنیم و خدا رو شکر ما هنوز اینجاییم و پیرها رو بیرون نکردن چون ما هم دانش و آموخته هایی داریم و ما هم علمی داریم که میتونیم به نسل جدید بدیم تا باهاش دنیای بهتری بسازن اینجوری ارتباطمون با جوونا حفظ میشه ما شدیم پیر مجلس که اینجوری شد یه بار موقع سخنرانی یکی دستشو بلند کرد و گفت آقای بریدن منو میگی گرگ منظورت گرگ جالبه ما الان پیر محسوب میشه نمیدونم از که اینجوری شد یه خورده برمیگردم به عقب یه نکته خیلی مهم گفتی چند سال قبل این افتخار رو داشتم که در کنار مردی سخنرانی کنم که احترام فوقلاد زیادی براش قائلم میچیو کاکو آره همون فیزیک دانه آره یکی از چیزایی که میچیو کاکو گفت یه روزی موقع سخنرانی یکی در مورد علم سوال کرد در مورد قلب و شهود اینکه دیدگاه علم چیه جوابش خیلی زیبا بود. ایشون گفت اگه با یه دانشمند صادق و راستگو حرف بزنی، اگه با هات صادق باشه میگه 90 درصد ایده هایی که یه دانشمند برای بررسی انتخاب میکنه از راه شهود میان. یه حدس شهودی میزنن که یه رابطه ای هست. یه مکانیسمی وجود داره اما مطمئن نیست فقط احساس میکنه. البته طوری آموزش دیدن که نرن دنبال احساس. بلکه با علم ثابتش کنن اما شروعش با یه حدس شهودیه خیلی از دانشمندا اینو قبول نمیکنن اما اون گفت 90 درصدش از اونجا میاد و خیلی جالبه چون درسته آره درسته ما احساس میکنیم من همه عمرم در کنار دانشمندا و مهندسا کار میکردم بیشتر از دانشگاه توی شرکت های مختلف کار کردم همیشه اینجوری میشد میگفتن نکنه اینجوریه و بعدش میرفتن با متدولوژی علمی صحت اون حدس شهودی رو بررسی میکردن. آره کاش تعداد بیشتری قبول می تا این واقعیت پذیرفته می که اگه تصوراتمون رو رها کنیم و ایده ها رو از میدان دریافت کنیم جوابهای بسیار زیادی به دست میاریم میتونیم این جوابها رو دریافت کنیم چون همه اطلاعات اونجاست دقیقا همینه به نظرم یکی از مهمترین کشفیاتی که دیدم و داره به واقعیت تبدیل میشه در سیلیکون ولی در که این مسئله است که اطلاعات و خاطرات زندگی و اطلاعاتی که استفاده میکنیم لزوما در داخل نورون های بدنمون نیستن بله. این اطلاعات در داخل میدانه و خیلی جالبه چون به همون گفتن میدان اونجاست و ما اینجاییم ما خود میدانیم ما چین هایی هستیم در میدان مکان و زمان و همه ی اتم های بدنمون مدام دارن از زیر بنای این میدان پدید میان. ما مدام داریم خودمون رو بازسازی میکنیم. این یعنی همینه که دانشمندا پیداش نمیکنن. آره تقلیل گرایی میرن نورون رو میشکافن تا ببینن اطلاعات در کجاش ذخیره شده. و مشخص شده که نورون ها در اصل یک جور آنتن نرم زیستی هستند که روی مکان اطلاعات در میدان تنظیم میشن و این یه طرز فکر متفاوته و الان در سیلیکون ولی چیپ هایی بر اساس همین مفهوم ساخته شده مسئله مسیر شغلی منو در تحقیقات اپیژنتیکی تغییر داد چون گفتم اگه ژن ها کنترل کننده نباشن پس چی کنترل میکنه و به عنوان زیستشناس سلولی متوجه شدم که قشای سلول تنها ساختار مشترکی که در همه سلول ها هست همه فکر میکردن که قشا مثل یک کیسه پلاستیکی که سیتوپلاسم رو پوشونده اما وقتی بررسی کردم دیدم اینطور نیست در, در سال 1985 تعریفی برای قشای سلول ارائه کردم خیلی روش کار کردم تحقیقاتم از سال 1967 شروع شد خیلی وقت میخوام اینو بدونم ماجرا از کجا شروع شد در سال 1985 میدونستم که محیط جنها رو کنترل میکنه و برای این کار باید از قشا رد بشه و یه تعریف کاملا متفاوت برای قشای سلول ارائه کردم قشای سلول و یک کریستال نیمه رسانا معرفی کردم که دریچه و کانال دارم. داره. گفتم اینو قبلا یه جا شنیدم یه کتاب آشنایی با کامپیوتر خریده بودم که در مورد ریزپردازنده توضیح داده بود می گفت چیپ کامپیوتر یه کریستال نیمه است که دریچه و کانال داره گفتم آ چه تصادفی واقعا همینو گفتی؟ نه یه چیزی دیگه <تصفح> گفتم که <می دونم. تصفح> نمیتونم بگم اما واقعیت اینه که واقعا همینه و قشا پردازنده اطلاعاته اطلاعات محیطی رو میخونه اونها رو پردازش و به رفتارهای زیستی بدل میکنه و ژنها رو کنترل میکنه این اپیژنتیکه که میگه اطلاعات محیطی ژنها رو کنترل میکنن همون موقع به یه نکته مهم پی بردم و اون اینکه اولا اطلاعات از بیرون میاد و اطلاعات بر اساس ارتعاش دریافت میشه و این مطابقه با جمله مهم آلبرت انیشتینه که در سخنرانیام استفاده میکنم میدان تنها عامل کنترل کننده ماده است این یعنی این چیزهای نامرئی از چیزهای فیزیکی که میبینی مهمترن چون اونا جهان را شکل میدن به عنوان کسی که اهل معنویت نبودم گفتم چی نمیذاره من و تو یکی باشیم من نمیتونم سلولامو وارد بدنت کنم چون سیستم ایمنیت میگه خودی نیست و تو هم نمیتونی این کارو بکنی به خاطر سیستم ایمنی و سوال اینه که این خود کجاست در اون لحظه کل زندگیم عوض شد چون فهمیدم تفاوت من و تو اینه که روی سطح سلولات یه سری گیرنده خود داری که یه سریاشون مال تحقیقات پزشکیان. اینا آنتن های سطح سلول هستن که سیگنال میگیرن گفتم که هویت ما از محیط دریافت میشه توسط گیرنده های خود دو تا بحث داریم الف هویتی که ما رو متمایز میکنه فیزیکی نیست یه سیگناله که مخابره میشه یه ارتقاشه یعنی این تو ولی داخل نیست از خارج میاد و نکته مهمتر نمیتونی بمیری چون اصلا این چون نیستی ساده بگم ما میدان های انرژی هستیم در یک سیستم واقعیت مجازی برای اینکه بیننده ها سردرگم نشن چون من خودم گفتم خدایا من این چون نیستم و این یعنی نمیتونم بمیرم چون مثل تلویزیونی که یه برنامه پخش میکنه وقتی یه برنامه رو از تلویزیون میبینید اگه تلویزیون خراب بشه و از کار بیفته اون برنامه هنوز وجود داره سلول های بدن ما همین جوری هم و یه هویت رو با آنتن هاشون از میدان دریافت میکنن بله سلول ها ممکنه بمیرن اما اون سیگنال هنوز وجود داره یکم بهش فکر کردم و گفتم وای خدای من پس همینه که میگن روح وجود داره البته روح برای بعض یا معنی دینی داره برای من معنی دینی نداره توی فیزیک بهش میگن میدان آره، میدان یه نیروی نامرئی و متحرکه که روی ماده اثر میذاره و روح یک نیروی نامرئیه که روی ماده اثر میذاره فرقی نداره بگی روح یا میدان، اصلا مهم نیست میدان یکم علمی تره، اما روح بگذاریم نکته مهم، نکته مهم اینه که با خودم گفتم یه لحظه وایسا اگه من... یه روح دارم یا یه سیگنال ابدی بدن به چه دردم میخوره اون موقع فهمیدم سلولام چقدر شوخ طبعن چون وقتی گفتم چرا روح و بدن دارم و فقط روح ندارم بدنم یه جواب دندون شکن داد که میخوام اونو در اینجا با شما در میون بذارم سلولام برگشتن گفتن بروس اگه فقط روح باشی مزه شکلات رو میفهمی به خودم اومدم و گفتم خدای من بدن یک دستگاه واقعیت مجازیه ما واردش میشیم تا ببینیم و بو کنیم و مزه کنیم و عشق رو احساس کنیم فهمیدم ما چرا روی این سیاره ایم اومدیم خلق کنیم نگاه کردم گفتم توی آفرینش کارمون خوب نبوده اما بعدش فهمیدم که ما برنامه ریزی شدیم مثل همون فیلم ماتریکسی که خودت بهش اشاره کردی اگه از برنامه خارج بشیم که هدف از کارهای تو و من همینه اون وقت به یک آفریننده آزاد تبدیل میشیم اگه توی برنامه باشیم طبق همون برنامه خلق میکنیم ما خیلی بد برنامه ریزی شدیم و مشکلات این سیاره به خاطر همینه راه خروجش همین چیزایی که تو میگی و من میگم و باید انتخاب کنیم و آگاهی رو تغییر بدیم چون فیزیک کوانتوم میگه آگاهی همه چی رو خلق میکنه درسته آره خیلی متفاوته چیزی که ما میگیم هم علمیه و هم یه طرز فکر کاملا متفاوته من طرفدار نظریه سیستم ها هستم دوست دارم هم در لحظه حال باشم و هم تصویر کلی رو ببینم و در مورد این کشفیات فقط میتونم بگم که این نوع کشفیات درک ما رو از خودمون و از رابطمون با همدیگه افزایش میده و مرز بین ما انسانها رو دقیقا در زمانی از بین میبره که مردم دارن به اجبار به هم نزدیک میشن همینطور فرهنگ ها و ادیان و طرز فکر ها مثلا طرز فکر مردا در مورد زنها و برعکس لیزی. آره همه اینا برای یک جمعیت 8 میلیارد نفری داره جهانی سازی میشه و در مواجهه با این تغییرات از طرز فکری استفاده می کنیم که بر مبنای جدایی رقابت و نزا شکل گرفته و جواب نمیده. پس این کشفیات دلایلی به ما میدن تا جور دیگه ای فکر کنیم و به نظرم این کشفیات دو تا کار انجام میدن در که عمیقتری از خودمون بهمون به میدن و این باعث میشه کمتر از تغییرات جهان و از دیگران و از قدرت خودمون بترسیم نکته دومم قبلا با هم در موردش حرف زدیم. در دهه 1990 در دشت نیومکسیکو با یه سرخپوست آشنا شدم. نزدیکای همین جایی بود که الان هستیم. تا اون موقع ندیده بودمش. داشتیم در سایت باستانشناسی در چاکو قدم می زدیم و اینکه تازه رفته بودیم. من و مادرم بودیم. اون موقع وقتی دید که همراه مادرم اومدم و انقدر برای بزرگترم احترام قائلم یه جورایی ازم خوشش اومد و اومد با هم حرف زد برای من و مادرم یه داستان تعریف کرد داستانش اینجوری بود که در گذشته های دور مردم زمین جور دیگه زندگی میکردن و عمیقا به هم وصل بودن تا اینکه یه اتفاقی افتاد نمیدونم چی مردم گم شدن اونقدر دلشون برای پیوندی که داشتن تنگ شده بود میگفت مردم انقدر حسرت اون ارتباط رو می خوردن که تصمیم گرفتن در دنیای بیرون بدنشون دستگاهی بسازن که اون عمل کرده ذاتی ما رو داشته باشن و میگفت دنیا الان اینجوریه و دنیا مدام پیچیده و پیچیده تر میشه. تا اینکه بالاخره پی میبریم که همه ی ساخته کپی چیزاییه که در درونمون داریم. وقتی این اتفاق افتاد، دیگه نیازی به پیچیدگی های دنیای بیرون نداریم چون ما همزمان پیشرفته تر و ساده تر شدیم چون فناوری درونمون رو پیدا کردیم گفتم وای مضمون همه این داستانم هم همینه مثلا ماتریکس همش در مورد قابلیت های انسانه این که ما مستعد پیشرفتیم و ما انسان ها کلی قابلیت کشف نشده داریم در همه سلول های بدن من در شرکت های فناوری کار کردم توی برنامه تسلیحاتی استاروارز بودم سیستم های لیزری و اطلاعاتی پیچیده هرگز چیزی ندیدم که انسان بسازه و کپی چیزایی نباشه که در درون خودمون داریم و ما بیشتر از پنجاه تریلیون سلول داریم اگه یاد بگیریم کنترل این فناوری درونی رو در دست بگیریم دیگه به چیزای بیرونی نیاز آه نداریم درست درسته و پیشرفت ترین حوزه زیست شناسی حوزه زیست تقلید نام داره که میگه اگه میخوای درست انجامش میدی ببین بدن چطور انجامش میده چون میلیاردها سال روش کار کرده پس فناوری درون بدن فراتر از فناوری های ساخت بشر هستن. درسته من به عنوان زیستشناس سلولی لذت میبرم چون مردم همیشه فکر کردن انسان ها باهوشن و هرچی به رده های پایین تر میری هوش کمتر میشه تا اینکه بالاخره به سلول میرسی یه دونه سلول هوشش کجا بود اما باید بگم اونا ما رو ساختن اونم با فناوری که نتونستیم حتی کپیش کنیم برای همین وقتی میگن جواب در درون من کاملا موافقم در درون من 50 تریلیون سلول هست که یاد گرفتن هماهنگ با هم زندگی کنن هم سیاست دارن هم اقتصاد هم ساختار اجتماعی باید بریم یاد بگیریم که 50 تریلیون سلول چه جوری هماهنگ زندگی میکنن آره این خیلی مهمه برای همین بخش آخر بحث امروزمون اینه که خیلیا میپرسن و منم هم قبلا همین سوالو میپرسیدم حالا باید با این اطلاعات چی کار کنیم در دنیایی که انقدر سریع تغییر میکنه نمیرسیم در کتابمون ثبتش کنیم به نظرم جواب خوبی دادی طبیعت الگو مونه و این الگو در قالب سلول های بدن ظاهر شده اگه روزی دچار شک شدیم نسبت به قضیه تعاون کافی برگردیم و به پنجاه تریلیون سلول داخل بدن خودمون نگاه کنیم و تعاون رو ببینیم پس نکته اون سخنرانی سازمان ملل اینه که طبیعت و زندگی رو الگو قرار بدیم. اینو در راهکارمون استفاده کنیم. در این صورت ما دیگه هیچ وقت اشتباه نمی کنیم. آره. منم باعت موافقم و ممنونم. دکتر بروس لیپتون ممنون که وقت تو در اختیارمون گذاشتی. خیلی ممنونم. ممنونم. به عنوان میزبان برنامه ازتون دعوت کنم که قسمت های بعدی مجموعه را از دست ندید چون میخوایم در مورد کاربرد این اطلاعات و به کار بستن اون در این دنیای در حال تغییر حرف بزنیم تغییراتی که انقدر سریعن که حتی ثبت کردنشون هم سخته